لطف کنید فرمو پر. بله با اجازه. جنازه رو الان تحویل میدین؟ خیر، باید کالبد شکافی بشه. چرا؟ دستور پلیسه. امضا امضا. بله چشم. کارت ملی و شناسنامه متوفا رو لطف کنید. بفرمایید. کارت ملی خودتون رو لطف کنید. بله بفرمایید. خدمت شما. اینجا رو امضا کنید. و اثر انگشت. خودم کارشو انجام میدم. با شما کاری ندارم. بفرمایید. با اجازه. حافظ، این گیاهه خیلی گرون و کمیابه، اصلا کمتر کسی دارتش. از عکسشو پیدا کنم یه دقیقه. نه حافظ. ام که خب یه چیزی بگو دیگه. چی بگم؟ آره جالبه، قشنگه. چرا نمیری سراغ یه گیاه معروفتر، مثلا آبیشن؟ اتفاقا اصلا میخوام اون کاری که سخته رو بکنم، یه کاری که تا الان کسی نکرده مثلا. خب باید بیشتر تلاش کنی دیگه، باید بیشتر مطالعه کنی. حالا چند تا کتاب من برات میپرسم. آقا حافظ. بله. میگم حالا بعد دو روز که انقدر تو خودت بودی، افتخار بده با ما یه چهار کلمه صحبت کن. من خوبم. خوبم. آره میبینم که خوبی. چی شده با نگار بحثت شده؟ اون که اصلا عادی، اگه بحث نکنیم عجیبه. اونم شوق و ذوق جالبی داره دیگه، ماشین و خونه و عروسی و جالبی برم. خب تو چرا ذوق نداری؟ دارم. داری؟ آره دارم دیگه. آخه الان حلقه خریدیم، داریم خونه ببینیم، خرید کنیم، چه دیگه همین. خب حالا اون مطلب اصلی رو بگو. خوبم، چیزی نیست واقعا. حافظ جون، عزیز من، تو که منو دور نمیتونی بزنی. دیروز داشتم اتاق تو گردگیری میکردم، دیدم دوباره اون نامه ها و نقاشی های دختر بچه نسا رو آورده بودی بیرون. بر چی این کارو کردی؟ نگرانت بودم. خب حالا نمیگی چی شده تو دوباره یاد نسا افتادی؟ چیزی نشده، همجور اتفاقی چشم افتاد به عکسش. حافظ من نمیخوام حالت دوباره بد بشه، دوباره افسرده بشی. اون موقع که تو اون دهه بودی من پیشت نبودم، اصلا کاری از دستم بر نمیومد. ولی الان که پیشتم، یکم حرف بزن، سبکتر بشی. مریض بد حال داشتی؟ چند شب پیش یکی اومد درمون رو چاقو خورده بود. مرد؟ آره
تو مطب تو مرد؟ نه حافظ، ترسیدم. عزیز دلم، تو دکتری، بعد عادت بکنی به این چیزا. اگه قرار باشه هر مریضی زیر دست تو بمیره، تو اینقدر داغون بشی که با کارتو ببوسی بذاری کنار؟ آخه مسئله اینه که طرف در زد، من در روش باز نکردم. در کجا رو؟ در درمونگا رو. همون شبی که دایی و نگار اینجا بودم من دیر رسیدم. یه مریض داشتم، قرار بود از شهرستان بیاد، مونده بودم درمونگا، هیچکی هم نبود. تا اومدم بیام بیرون زنگ زد، سه بار زنگ زد. دیدیش تو؟ یه کمی از صورتشو تو آیفون دیدم، اون خیلی واضح نبود. نفهمیدی زخمیه؟ نه. خب اصلا اون ساعت که درمونگاه تعطیل بوده وظیفه نداشتی در رو باز بکنی؟ الهام جان، هر کی در درمونگاه میزنه حتما کمک احتیاج داره دیگه. من اشتباه کردم، من باید باز میکردم. حالا چرا باز نکردی؟ چه میدونم، با ترسیده بودم. قبلش یه معتادی اومده بود، دعوا رو انداخته بود که میخواست به زور متادون و مورفین بگیره. منم ندادم بشینم، تهدید کرد که نمیدونم با فلان میام، با چاقو میام. ترسیدم دیگه. حق داشتی در رو باز نکنی. خب جون خودت تو خطر بوده. الهام، من وظیفم نجات جون آدم هست، میفهمی اینو؟ حتی وقتی جون خودت تو خطره؟ وقتی اون دختر بچه نسا مرد، من همش به این فکر میکردم اگه مرخصی نگرفته بودم، اگه اون روستا مونده بودم، الان شاید زنده بود. بعد الان یه آدم تو چند قدمی من پشت در بوده، من هیچ کاری نتونستم برش بکنم. همش به این فکر میکردم که تو این شرایط وظیفه هم مهمتر از جونم. ولی الان که شرایطش پیش اومده، هیچ کاری نتونستم بکنم. پس این حرفا رو نزن عزیز من. اولا که اصلا تو اون ساعت درمونگاه تعطیل بوده. اصلا ساعت چند بوده؟ 20 دقیقه رو بده. خب رسما تعطیل بوده دیگه. الهام، مگه اصلا ساعت مهمه؟ مهم اینه که من اونجا بودم، نتونستم کاری برای آدم بکنم. طرف لات و لوت بوده، میومد بالا به تو یه چاقو میزد، خوب بود؟ خب مسئله اینه که لات و لوت نبوده، بیچاره معلم بوده. معلم و مدیر مدرسه بچه های افغانستانی، خودش هم افغانستانی بوده. الان هم پلیس اومده تو ماجرا. یعنی ممکنه پای تو هم گیر باشه؟ حافظی، من نگرانتم، خیلی میترسم، دلم نمیخواد دوباره مثل اون سال حالت بد شه. حالت که بد میشه من دق میکنم. تو رو خدا این کار نکن. باشه، الان میشه تنها باشم؟ معلومه که نه. تو رو خدا. Thank you.
نگفتین چرا دوباره اومدیم اینجا؟ دوباره چیز خاصی میگردین؟ گفتم حالا که راجب عارف بیشتر میدونم یه نگاه دیگه اینجا بندازم، شاید سرنخی پیدا شد. نتیجه بررسی مشخص شد؟ اون تیک کاغذایی که پیدا کردی خیلی مهمه کرمی، به نظر میسه یه ارتباطی و ماجرا داره. بله آقا، ولی انقدر پارو خون آلودن که دارن به زور ازشون اطلاعات در میارن. امروز باید نتیجه معلوم شه. ببین اگه از اون دستخطا بتونیم بفهمیم درگیری سر چی بوده، کمک بزرگیه. خب طرف آشنا بوده، به زور وارد نشده. ولی کاملا مشخصه تو این خونه درگیری بوده. همینجا هم چاقو خورده. پس احتمالاً چون درمانگاه هم نزدیک خونش بوده، دیگه به اورژانس زنگ نزده. سعی کرده خودشو بکشه بیرون و کمک بخواد. با این حساب قتل به درمانگاه ارتباطی نداره. به احتمال زیاد ارتباطی نداره، ولی جواب بخش اسم میکنم یه چیزی رو داره مخفی میکنه. در مورد عارف که کنجکاوی زیاد به خرج میداد. اون قضیه برف باکنم که هنوز مبهمه. یعنی شما میگین به قتل مرتبطه؟ روی ماشینش که جای ضربه نیست. به احتمال زیاد مقتول با ماشین حافظ جهانبخش هیچ برخوردی نداشته. وقتی از باز شدن در درمانگاه ناامید شده برای کمک رفته به خیابون. یعنی فکر میکنین جهانبخش مقتول و نزدیک ماشینش دیده؟ بودن برف باکن دست عارف یه دلیلی باید داشته باشه. یعنی اینطوریه که جهانبخش میخواسته سوار ماشین بشه، عارف نزدیک شده، کمک خواسته و دکتر به هر دلیلی کمک نکرده. شاید هم بینشون درگیری شده. این که چرا هول کرده یا نگران شده این مشکوکه. تو درمانگاه آخه همه دارن ازش تعریف میکنن. بله، من آدم تعریفی که قاتل از آب در اومده باشه زیاد دیدم. فعلا ترجیح میدم زیر نظر داشته باشیمش. مهرش هم که روی نسخه رحیم هست. ولی آخه اینا همه توی یه محلن. عجیب نیست که رحیم هم همون درمانگاه رفته باشه. راستی پرونده رحیم عبدی رو هم از سرگرد تقوی خواستم که ارجاع بدن اداره ما. فکر میکنین با هم ارتباطی داشته باشن؟ بعید نیست. یک قتل و یک مرگ مشکوک تو فاصله دو روز توی منطقه، عجیب نیست؟ شاید دشمن مشترک داشتن. تنها بچه مشترکشون هم مدرسه است. قاتل از مرگ عارف و رحیم چه نفعی میبرده؟ عارف چون افغانستانی بوده چیزی به نامش نداشته. اموال رحیمم به ورثش، یعنی برادرش و پدر بزرگش میرسه. پس برادر کاملا زینفه. بله. ولی چرا باید عارف رو بکشه؟ چرا باید عارف رو بکشه؟ نکته همینجاست. اگه رحیم رو اون کشته باشه منطقیه، چون ازش ارث میبره. ولی عارف نه. پس با دو تا قاتل طرف. همه این خاطرات مدرسه رو هر سالش تو یه زمکن جمع کرده. شاید بشه از توش اطلاعاتی پیدا کرد. آره حتما این نگاهی بهش بنداز. قربان این عکس رو ببینیم.
سلام خانم جعفر. سلام، چه زود اومدین. کلاس چهارمی یه ساعت دیگه میان. نه اشکال نداره. ببینم بنر جلو در برای کی؟ آقای عبدی؟ بله، ایشون مالک مدرسه بودن، از دوستای قدیمی و همراه مدرسه. چه خوب ما کتاب بردین، نداشتیم اینجا. آره گفتم تصویری بچه ها بهتر یاد میگیرن. دستشون درد نکنه، خیلی ممنون. بفهمه تو دفتر. میخوای من بیام کمکتون بیام نصب کنم؟ نه، این سیمش قطع شده بود، فکر کنم الان دیگه درست شد. ببینم شما میدونین چرا آقای عبدی فوت کرد؟ مثل اینکه سکته مغزی کردن. چی شد؟ چرا پرسیدین؟ چخان دو سه روز پیش دیده بودمش، ذره برام عجیب بود. کجا دیده بودینش؟ مگه میشناختینش؟ نه نمیشناختمش. اومده بود درمونگا ویزیتش کردم، سرش ضربه خورده بود و گفت حالا تعب داره. پس چرا هیچی به هیچ کس نگفته بود؟ نمیدونم. ولی من اتفاقا بهش گفتم حتما بره بیمارستان سی تی اسکن بگیره، چون درمونگا خودمون تو جابجایی خیلی امکانات نداریم. فکر کنم نرفت. ببخشید. خیلی به نظر من اوضاع اصلا خوب نیست. یعنی این اتفاقایی که داره میافته خیلی مشکوکه. مرگ عارف، حالا اون که آقای عبدی. معلوم نشد چرا سکته کردن. نه باید بریم دنبال مجوز، احتمالا باید به اسم کسی دیگه بگیریم. تا الان مجوز مدرسه به اسم کی بوده؟ آقای عبدی. وقت چرا به اسم عارف، یعنی آقای عارف موسوی صادر نشده بوده؟ چون کلا مجوز باید به اسم ایرانی باشه. لااقل چایی بخور دیگه. حالتی یه برادر داره، باید ببینیم چه تصمیم داره مدرسه میگیره. خب باز خوبه یه وارث داره، اگه ورثه زیاد باشه درد سرش هم بیشتره. نه آقا، اینجوری اتفاقا بدتره. که اگه برادرش بخواد اینجا رو بفروشه یا در اختیار مدرسه قرار نده، که کارمون سخت میشه، کسی نیست باش مخالفت کنه. حداقل اگه تعداد بالا باشه اینجوری خیالمون راحته، یه امیدی هست لااقل یکی شاید دلش با مدرسه باشه. البته یه پدر بزرگ هم دارن. به نظرتون فردا رو تعطیل کنیم برای مراسم؟ نه اصلا، لازم نیست همه بیان. آقای جهانبخش، بله، میشه خواهش کنم شما فردا دو تا کلاس داشته باشین؟ بله، سعی میکنم هماهنگش کنم. از این چیزایی که پیش اومده به هیچ کس چیزی نگین، نمیخوام به گوش بچه ها برسه. جعفری، نورا خوبی؟ عزیز من برو خونه استراحت کن، ما هستیم مراقب همه چی هستیم دیگه. من فقط اینجا رو دارم، برم خونه دق میکنم. الو. سلام، خوبی حافظ؟ خوبم ممنون. قهری با من؟
حافظ ببخشید اگه از من ناراحتی، معذرت میخوام. ناراحتی؟ نه چیزی نیست، خوبه. زنگ زدم بگم امشب میایم خونتون، مامان دعوتمون کرده، میای دیگه؟ آره میام. زود میای؟ آره کارم تموم بشه میام زود. پس میبینم. خداحافظ. خداحافظ. خبر برو جان. بیرحم دین و در کار نمیرم. خدا رحمتش کنه. خیلی ناغافلی رفت. پرگام اصلا خلوت شده. هیچ نمیتونم برم در دفتر. جای خالیش دل من خون میکنه. مرگ حق است آقا. برو جان تکلیف نایوقا چی میشه؟ موسیقی نرفت تا پشتشون. بس تو چی کار میکنی؟ پولی ندادیم رئیش. برار، میخواییم چی کنیم؟ چی دارم بکنم؟ رفیقم از دست رفت. دیده چی بکنم؟ خاک سپاری چه وقت هسته؟ حالی که بردنش کالبوچه کافیه. گمانم فردا تحویلش میدم. چرا؟ سکته مگر نبوده؟ پولیس میگه مشکوکه. پس سرش ضربه خورده. یه روز آخر ندیدی خودم بلا سرش آمده باشه؟ نه من چیزی ندیدم. خدا رحم کنه. برای جان تکلیف این خانه چی میشه؟ کار بانه میکنه. پول آیقا مانده، آقارایم دستور خرید لوله داده بودن. برمشه. میگم راجون، خانه های آقارایی میرسه داقا فرو؟ دیگر کلامشان هم هست. کار خدا را دیده، پیرمرد از زیزیل جان بود. راجون من نگرانم. این آقا فرخ و پسرش مثل آقا رحیم نیستن، اخلاقشون فرق داره. اینو از قدیم همین رقم بودن. میگم ما رو از اینجا بیرون نکنن. اگه اینجا بی حساب کتاب هستن، من شریف رحیم هستم. هیچ اینجا مال من. من که میدانم این کارگرها امروز یک عرفایی میزنن. تو پیش اونهای گفه رو نزن. نه من که چیزی نمیگم، خودشون نگران بودن. نگران چی؟ کار میکنن پولش میگیرن. آقا رحیم نیسته حقوقشون رو کی میده؟ اما اینجا چی کاره؟ غمیره نخورده شامه هستم مشکلی نیست. سلام. سلام. دیستی تا به شوشم آماده ایم.
جورستی؟ چی خبر امروز؟ هیچ خبر نیست. از شفاخانه بردنش. میخوان تنش کار بود چه کافی کنم. از چی را؟ فکر بکنن شاید کسی که قصد جانش کرد. اکی؟ اون دو عالیمه. اگه شو پسندو زده ای کار نموردی. هنو تن رحیم زیر خاک نرفته تو دفعه که پسندازی. او که در رحمت خدا رفت خدا بیامرزن. بیچاره ما که به کس شدیم. تا خدا داریم به کس نیستیم. هرچی داریم در نام رحیمه. اینا در نام خود تو کی باشه فکری ما جمع میشه. این پاسپورتی تو کی میرسه؟ میرسه این روزا. دیگران نباش. سلام. چه اومدی؟ سلام. دفعه که خودت بود. بخور بچه من. دست درد نکن. من دست دست کردی پول منو نگرفتی. الان دیگه دستمون به کجا بند؟ بیشتر من تو که خودی دیدی پول در کارگاه نبود. نمیخواستم یک که باید پیش فروش کنم زیر قیمت. چطور رحیم تونست؟ اون واسه عارف بیشتر پدری کرد تا شما واسه من. چه جبه؟ من چه میدونستم چه حساب کتابی بینشم؟ در صورت من تا آخر این ماه باید پولو بدم به یارو که میخواد ببره تموم بر. من تو را کلان نکردم بدون دیستی آدم بر. خدا دانه چه بلده سری از تو بیارم. چه بله مادر من، این هم آدم دارم میرم منم یکیشون دیگه. بعد الان حامد اومد داره عشق میکنه. از کجا میدانی خوش هستم؟ دو بچه من رفته تو مندی. کم خونده جگر کومره؟ تو دارف قول ندادی همجا بومنی؟ من به هیچ کس قول ندادم. عارف اون اینجا چی شد؟ آقا بد به خیر شد بد به این شد سرنوشتش. حالی که پول دستم نمونده. صبر کن، باید صبر کنی. صبر چی کنی پدر من؟ تازه ببینیم وارث کیه، چه توافقی میخواد بکنه. توی جور گپ بیزنی کی و چه جور رفت بیزنه. آقا ما در این شرکت شریکم، قرارداد دارم. قرارداد چیه؟ یه تیکه کاغذ؟ به چه درد میخوره اون؟ بعد از شما قول میدم هیچ اتفاق بدی نمیفته. حالی هم که او بدبخ عزاداره نمیتونم راجع به پول حرف بزنم. پول تو رو هم در موقعش میدونم. پول من جونشه من به زمینی میرم تا آخر این ماه دیگه، خودتون میدونی. من تا بیاد دست رفتن تو رو ندارم. حامید زمینی رو بس بود. تو دیگه جانم نگی. بس گفتم که جورش کنه. تن مادر تن نرشم. خب جور کن دیگه، من که خودم با پاسپورت دارم. میرم این آدم سوار هواپیما میشم. تهشون من میخوام بگیرنم. تو بارو برم میگردونن همینجا دیگه. ولی پاسپورت پول میخواد، پول زیادم میخواد. گفتم که پولش جور میکنه. کی جور میکنی دیگه؟ چند تا پاسپورت داشته ده دست مسئول. این پاسپورت ها بره دیگه کجا من جور کنم؟ مجبورم دیگه راه کوه بیابون برم دیگه. پلیس ها بگیرن شلیک کنن، اونم قاچاقبرا بگیرن بلا سرم بیارن دیگه. من او کبیته بده خورمان نه آوردی خورمان بیار. چه حرفیه چلو مادرت میزنی؟ تو که دلت باقره من نمیزده، شاید اون یه فکری بکنه. کجا موری امیر جان؟ و البارو ببرم صداها را بیدی. تشویش نکن آلیه جان، همه چی درست میشه. او روزا که علیرضا را رایی کردی همی گپا رو گفتی. اگر کی بود آلیا روز داشتم، خدا میدانه چند نوه داشتم. دفعه تو این زخم باز میکنی خون به دل آن میکنی. یه غم رعیم بس هم نیست. دل خون مستم. اصلا عموی پولدار داشتیم، هیچ خیرش به ما نمیرسید.
عوضش همچین به اون پسر افغانیه بود، چی بود اسمش، هم همچین به اون میرسید. همون روز که اونجا بودم یه ترابل انقدری در بود جلو چش من داد بهش. خب حداقل تو یکی فهمیدی من چی میگم. آره بابا، اصلا اون روز رفته بودم اونجا، هر چی که شما گفتی اومد جلو چشم. خدا شاهده من برادرزادش رو به هیچی حساب کرد. اون وقت همینجور چک و تراول بود که میپاشید سر اون پسر عارف بود. چی بود؟ یه پسرم پسرمی هم میبست بهش. ببین چطوره بس آگهی. بابا این چی آخه؟ اصلا کیفیتش هم خوب نیست. یه عکس پرسونلی چیزی بزنی. من عکس پرسونلی ندارم ازش. از علی جان بگی. خب برای چیز زده بود دیگه اعلامیه. من کاری به اعلامیه علی جان ندارم. بعدش هم چی؟ برم بگم عکس برادرمو بهم بده؟ عجب عجب دنیاییه. یه وقتایی آدم از یکی کینه داره، بعد دلش میخواد اصلا تا آخر عمر ریختشو نبینه، بعد همچی که یارو میفته میمیره دلت براش تنگ میشه، مخصوصا این که برادرت باشه. خون چیز عجیبیه. میگم نتیجه کاربوت چکافی مشخص نشد، معلوم نشد این علت مرگش چی بوده؟ اصلا چرا باید یکی بکشدش؟ آره دیگه، آخه چرا باید کسی عمدن بکشدش؟ شاید اصلا یه چیزی خورده تو سرش. میگم بابا این اموال امرایم که الان 20 ساب افتاده، این علی جان و اون پسرش چی بود اسمش؟ سعید بود؟ حمید بود؟ با اون کارگره اینا نره اینا پولی کنن. اموال سند داره، سندم به نام رحیمه، کسی کاری نمیتونه بکنه. خسته نباشید. بفرمایید. یه اره میخواستم برای بریدن فلز. دستی میخواین یا برقی؟ نه برقی باشه. برقی میتونم ببینمش؟ بفرمایید. این عمود بره جنسش هم خیلی خوبه، خیالتون راحت. پول نقد چی؟ اومدیم اون تو گاوصندوق کارگاه خونهش، بالاخره یه پول نقدی سکه دلاری چیزی داشت. چه اینا ور ندارن تا انحصار وراثت ها پولیش کنن بره. همینو میبرمش. فاکتورم میخوای؟ بله. خسته ای نه؟ بس کار میکنی. بازم خیلی خرابه؟ نه چیزی نیست، یه ذره قندت بالاست که اونم حل میشه، مسئله ای نیست. ببین گاهی وقتا قفسه سینم درد میگیره، مثلا نفسم تنگه، نفس دارم میگیره، نفسم نمیاد. موقع نشستن درد میگیره یا راه هم که میگیره درد میگیره؟ دقت نکردم، نمیدونم. دست چپ درد میگیره؟ گاهی وقتا آره یه کمی. اب نداره، من از خانم دکتر کریمی وقت میگیرم با هم میریم پیشش، متخصص قلب خون. چه خوب دست درد نکنه. ولی خب مهم نیست، ولش کن بابا. چی رو مهم نیست؟ خیلی هم مهمه. ببین چند روزه میخوام یه سوالی ازت بکنم. چی؟ اومدن معصومه اون روز مطب اتفاقی بود؟ ببین تو که با من رو دربایسی نداشتی، همه چیزو به من میگفتی. میخندی؟ بابا من خیلی وقت بود ازش خبر نداشتم، بعد یه بار زنگ زد مشکل پزشکی داشت براش حل کردم. فکر کنم اون روز اومده بود برای تشکر همین. ولی تو موقعیت خوبی نیومده. آره منم نمیدونستم، یه سرزده اومد. آخه اون روز نگار خیلی پیگیر شد. چی میگو؟ کنجکاو بود. چی بهش گفتی؟ دست به سرش کردم. خوب کار کردی. چی بگم بهش؟
ببین پرویز، دیگه وقتشه بعد از این همه سال تنهایی یه فکری برای خودت بکن. میخوای من آستینام بزنم بالا؟ من بعد آستینام بزنم بالا برم چایی بیارم. اشتباه. چه خبرتونه ای؟ حافظ برو بشین برای تایی تناس. باشه. به حافظ، من با موشی صحبت کردم، گفتم تو سایت کلینیک بذاره روزه یه شنبه و سه شنبه و پنج شنبه. خب روزه یه شنبه آینده رم گفتم شروع کارتو بذاره. دایی اگه امکانش هست بگید فعلا چیزی تو سایت نذاره. نذاره؟ من قرار نبود یه شنبه بیا. آره ولی آخه یه مشکلی خوردم در مونگا، یعنی اوضاعش یه ذره پیچیده شده در مونگا. مشکل اون در مونگا حالا حل نمیشه. ببینم اگه قرار نبود تو خودت درگیر اون مسائل نکنی ها. بله حالا درستش میکنم دیگه، فقط یه خورده بهم زمان بدین. نمیدونم مگه تو کلینیک رو افتتاح نکردی؟ خب باشه بگید یه شنبه و پنج شنبه رو بذارن. یه شنبه و پنج شنبه؟ فاصلش خیلی زیاده، اصلا نمیشه. ببینم تو چرا هی عقب میندازی؟ چیه ماجرا؟ چرا با من حرف نمیزنی؟ آخه به خاطر اینکه الان در مونگا اوضاعش خرابه، من نمیتونم تو این شرایط تنهاشون بذارم. نه مثل اینکه تو هنوز باور نکردی مطب زدی، متوجه نیستی دیری تشکیل خانواده میدی، اصلا متوجه نیستی. ماما خوبی؟ این یک قرص زیر زبان نبوده. خیلی خواست بکشی؟ برو اینجا هم بیوره بشی. یه برمشی بیوره بشی. بزن بزن قمه آخرتون بشن. خدا رو هم بخش بابا، همه رفت. منم ماما اینا رو فرستادم به آقا فرخ، گفت میرن رستوران پشت باب بری.
پیله کرده پولش رو بخواد. هیچی میگه همی حالا پولمو بدم. کار همیشه بانه چند روز پیشتر یا پستر پولو چند را دادیم همیشه. چی بگم برور جان؟ خبر شده آقا رایم در امتی خدا رفته، فکر کرده کارگاه حکی به حکی شده پول سخت میشه. اون که جایی رفته سخت ما رو همینجا. چی بکن؟ کدش را بزنم جورش بکن. سلیم کمکش بده، خدا میارمشون. امورایی چند فروختون باید رو؟ ازان دوت ایچی سواری من به خدا به خاطر مشکل من عارف ما فروخته شد دلش رضا نبود. خدا رحمتش کن. مشکل عارف چی بود؟ نفهمیدی از خاطر چی نبا پولا میخواست؟ به هیچکی نگفت، فقط امو رنگ برست. پس الان پول تو گاوصندوق هست. آه ولی الان نمیشه. ای بابا من هر دفعه اومدم پولمو بردارم گفتی الان نمیشه. اون موقع هم که امور این بود هر دفعه میومدم پولمو بگیرم هی میگفتی این حیفه خونه داره گرون میشه، بذار سود میکنی پولتو دلار میکنی میفرسیم برا. من خاک بر سرم طمع کردم همون موقع بعد پولمو برمیداشتم. پولای تو گرفته بودی تا بالا همه رو دوات کردم. خیلی سلاحی در کار است. بله سلاحش این بوده که الان پولم بردارم. باش بیراشو بیایی گرد بیزنم پول تورم. بابا جان این پول منه، پول برادرش که نیست. این برادرش اصلا تا الان کجا بوده؟ الان که عمو رحیم به رحمت خدا رفته شما باید کار اینجا رو انجام بدید. من هم که نمیگم کار خلافی بکن، پول خودم است، همه خودم. اصلا فکر کن من این غریبه هم دو جار اینجا سرمایه گذاری کردم الان اومدم بردارم ببرم. باشه صبر کن. صبر کنم چی بشه بابا جان؟ از فردا فرخ بیاد اینجا بشینه معلوم نیستی که بذاره ما به این پولایی میگاه افزند رو دست بزنه. اینقدر گپ ایلا ندم گوشت این برد اما آقای که به این وقتی نیست به اینجا مانه برسته بیراشا بیاد ببینه پول تو رو میدم. مرا تا که کنار غم دو یت می نشانی چرا آخر ز حال دل بی قرارم ندانی.